ارزاده و احترام دارم به شما اگر یعنی نبودی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکف در کالیفرنیا که اعلام اندمی شده یعنی ما پاندمی رو پشت سر گذاشتیم رسیدیم به دوره ای که ظاهرا ویروس دیگه بومی شده و دوره اندمی است با چی هستیم با پژوهشگر علمی سرشناس آقای دکتر حسام نوزدری عزیز که به استودیو آمدن این شاد سومی برنامه است که ما در استودیو اون رو اجرا میکنیم رضا کیهان برنامه رو هدایت میکنه ازش ممنونم دکتر زری خیلی خوش آمدی درود بر شما و بینندگان گرامی شما خیلی شما خوب خسته نباشید دکتر زری امر من بگید اندمی وقتی میگن اندمی اینجا به اصلا این واژه درستیه به نظرتون ببینید اصولا واجه های پاندمیک اندمیک ام. استفاده از اونها زیاد شده هنوز بسیار زیاد حتی در مورد کووید 19 استفاده آه. از واژه پاندمیک در میان پژوهشگران سرشناس مشکل ساز هست به خاطر اینکه اگر شما استراتیفیکیشن انجام بدید خوب. متوجه میشید که این ویروس قشر خاصی رو هدف می گرفت نوزادان، خردسالان، کودکان، جوانان در خطر نبودند در مقابل سرماخوردگی های سالیانه اگر شما به کشورهای اروپایی مراجعه کنید میبینید که میزان کشته شدگان بین نوزادان تا سن 20 انگوش شمار هست در بسیاری از کشورها صفر هست ام. یا اگر کشته ای دادن انگوش شمار نوزادان تا 20 سالگی اغلب بیماری های دیگری داشتند کوموربیدیتی بنابراین آیا برای نمونه سیگار کشیدن پاندمیک هست؟ آیا سرطان پاندمیک هست؟ آیا طلاق طلاق گرفتن جدا شدن پاندمیک هست و اگر هست همه طلاق ها یک جور هستن طلاق عربستان و طلاق انگلستان یکی هست بنابراین در مورد ویروس شناسی جای اندیشه سنجشگر خا... جایگاه خ... خ... بسیار خالی هست در حال حاضر ام. ام. سو استفاده های زیادی شد تروریسم علمی شرارت های روشن های علمی ام. و من چقدر خوشحال هستم که امروز از شما شنیدم که محبوبیت آقای فوچی به قدری پایین رفته و بسیاری حتی از جناه چپ و دموکرات ها درخواست برکناری اون رو دارند. امروز برای کسی جای تردید نیست که کشته شده های ما در نیویورک و نیوجرسی به خصوص در نیویورک به خاطر آقای کومو بود در حال حاضر در دادگاه های نیویورک به دنبال این آدم هستند م. یعنی فرستادن آدم ها در فصل زمستان به درون آسمان خراش های کهنه نیویورک و نیوجرسی و طبیعتا همدیگر رو آلوده میکردن نه تنها به خاطر ویروس کرونا راینو ویروس، اینترو ویروس، نومو ویروس، ویروس و ویروس هایی که دمیقا یعنی به محت... که به کار گرفتن به غلطی ببینید فول لاکتان کاملا غلط بود بود آیا ما در ژاپن فول لاکتان انجام دادیم؟ نه در تایوان؟ نه در کره نه کشورهای پیروز در کشور تایوان جایی که من فعالیت زیادی دارم ما در طول دو سال گذشته بیش از دو سال تنها 852 نفر کشته داریم 852 نفر خب دکتر مثلا در نیویورک الان شرکت خب به تراکم جمعیت در نیویورک هم توجه کنیم ج... تراکم جمعیت در توکیو بیشتر هست توکیو بزرگ دارای 36 میلیون جمعیت هست آسمان خراش های توکیو حیرت هستند شما زمانی که به مترو ژاپن توکیو میرید یا قطارهای زیرزمینی حیرت آور هست و خود ژاپن 127 میلیون جمعیت داره خیلی‌ها خیلی ها می که این ژاپنی ها این کره ها ژنشون فرق میکنه آخه اینم حرف شد یک ژن متفاوت دارند یا فرض کنید سیستم دفاعی اونها فرق میکنه با ماها یا تایوانیها. ها ام. در که واقعا اینطور نیست مدیریت اونها غلط بوده درست بود مدیریت ژاپن درست, درست بود. بود مدیریت کره آبا. مدیریت تایوان درست و صحیح بود و اگر شما باز نگاه کنید به تراکم جمعیت ام. شما اگر به بسیاری از شهرهای بزرگ سر بزنید مثل قاهره قاهره یک شهر فقیر هست اما واکنش شدید به خاطر فقر از خودش نشون نداد بنابراین یک ریسچ مدل خوب هست ام. یک ریسچ مدل خوب هست به این شهر نگاه کنیم اگر شما به بیمارستان های منطقه فلسطینی نشین سری بزنید حتی حالا خیلی ها میگن تایوان جزیره است مگر ایرلند جزیره نیست ایرلند بالاترین واکسیناسیون رو داره و بالاترین میزان عفونت رو داره این لحظه که من با شما صحبت میکنم هنوز اسرائیل با چهار دوز واکسن بالاترین میزان واکسیناسیون رو داره من با دوستانم در اسرائیل که صحبت می بسیاری از اونها افسرده هستند کمر اقتصاد این کشور شکسته شده کودکان این کشور از رفتن به مدرسه دو سال هست که محروم هستند و این اشتباه بوده بدون تردید جروزالم پست مقاله ای نوشت که این مقاله میگفتش که این دو سال نشون داد که ما به راستی هیچ برنامه ای نداشتیم اینقدر برنامه داشتیم که در واقع هیچی نداشتیم چون هیچ مسیر درستی رو دنبال نکردیم و شما تا چه زمانی میتونید به این واکسن زدن ادامه بدید به معجزه واکسن در مقابل مدیریت امانت داری راستگویی صداقت ام. در همون روزهای نخست وزارت بهداشت تایوان اعلام کرد که اگر کسی خبر دروغ بده مثل آقای سانجی گوپتا ایجاد ترس بکنه مثل آقای آنتونی فوچی مثل خانم دبرا مثل رسانه ها سه سال زندان و یک ست هزار دلار امریکا جریمه خواهد شد و آقای چن وزیر مسئول ما در تایوان ام. از سال 2004 همه ما رو برای مبارزه با یک حمله ویروسی دلون. آماده کرده بود از سال 2004 حالا شما گوش بکنید به مصاحبه های آقای تدروس مدیر سازمان بهداشت جهانی که قدرتمندترین شخصیت هست در این زمینه به نظر شما تحصیلاتش چی هست؟ مدیر سازمان بهداشت جهانی که ما توصیه ها رو از اون میگیریم هیچی هیچ تحصیلی در زمینه ویروس شناسی پاندمیک، اپیدمی بهداشت نداره یک دیپلمات هست با سابقه بد خب حتی که داره آقای فاوچی داره؟ حالا فاوچی من نگاه کردم آخرین نظر سنجی آقای فاوچی میزان اعتبارش و میزان اعتماد عمومی نسبت بهش سی درصد خیلی پایینه یعنی یه چیز رو و درصد او رو رد میکنن اکثریت مردم حالا بالای پنجاه درصد خواهان استفاده هست چرا؟ به بخو... از... خاطر که او متخصص این کار نیست نه یک بروکرات هست یک دانشمند نیست من اینجا اعلام کنم بلند آقای آنتونی فوچی یک ساینتیست دانشمند نیست یک بروکرات هست پست میز پشت میز نشین هست آه. برای دهها و دهها سال هیچ وقت هیچ سابقه خوبی در محیط علمی نداشته در محیط علمی دارم میگم یک مثال برای شما میزنم آقای فوچی اصرار داشت از روز نخست که دهها و دهها تست به صورت اورژانس وارد بازار بشن تا همه تست بشن ام. ما در هر هفته در ایالات متحده امریکا بالای ده میلیون دانش آموز و دانشجو تست میشن اوکی. تست هایی که استفاده میشه 60 درصد 70 درصد, درصد دقیق هستند من به شما میگم که نه 99 درصد یک تخفیفم بهشون میدم فرض کنید این تست ها 99 درصد دقیق هستند یعنی اگر شما بیمار هستید از هر صد تا 99 بار درست تشخیص میداد که شما مریض هستید ما ده میلیون نفر رو در هفته داریم تست میکنیم یک درصد خطا داریم بنابراین ما هر هفته به یک ست هزار دانشجو و دانش آموز و بچه که در بستان میره میگیم که شما عفونت دارید و توی خونه, توی خونه بشینید اما تلفن میزنیم به همکلاسی ها به خانواده که ما یک دانش آموزی داریم که آلوده شده بیاید و بچه تون رو ببرید بیاید با بچتون رو ببرید بنابراین بنا... رو به خاطر هزار کلاس به خاطر تصمیم آقای فوچی تعطیل میشن به خاطر کاری که سر پاش غیر علمی هست حالا من به شما گفتم 92 درصد دقت این تستا 60 درصد 70 درصد توانایی تشخیص دارن و اگر شما به اف امریکا سر بزنید و به اونها بگید چرا این تستها در بازار هستن پاسخ این هست که اورژانس هست از اونها توقع بالای ما نداشتیم اما چرا اینها رو وارد بازار میکنید تست های ویروسی مثل تست حاملگی نیست آیا شما به کسی میگید که شما یه خورده حامله هستید آیا شما به کسی میگید شما بیش از اندازه حامله شدید تست حاملگی و سفید هست دایکاتوموس هست بلک اند وایت هست اما تست ویروسی نه نیازمند به تفسیر هست شما میتونید ذرات ویروس رو در بدن داشته باشید تست مثبت میاد بیرون اما شما بیمار نیستید یا شما میتونید تنها یک یک سیمتومی داشته باشید نه بیش از اون نیازمند به تفسیر هست بنابراین ما تست ها رو وارد بازار کردیم وحشت رو ایجاد کردیم به وحشت دامن زدیم اگر خاطرتون باشه همین آقای فوچی با آقای سانجی گوپتا حدود دو سال پیش همون حدودا بود اعلام کردن که پلنگی در باغ وحش نیویورک کووید داره و در فاصله چند ساعت هزاران گربه و سگ از بین رفتن و به دنبال اون صدمات روانی آسیب های روانی به کودکان که این گربه ها و این سگ ها عضو خانواده اونها بودند به خاطر فرهنگ امریکایی به خاطر ایجاد ترس یا آقای سانجای گوپتا دستکش جراحی دست میکرد در تلویزیون برنامه زنده که چطوری شما این پیتزا رو از پیتزا فروش دم در خونه تحویل بگیرید یعنی پیتزا فروش پیتزا رو میگذاره پشت در میره شما در رو باز میکنید با دستکش های جراحی و بعد چطور این رو هم میکنید به سوی مکروویب بعد چطور دستکش هاتون رو در بیارید یعنی مردم رو اینقدر دوچاره ترس کردن که این ویروس در پیتساز این ویروس در سیب و پرتغال هست <applause> هم ما تلفن میزدن که من انگورم رو با چی تمیز کنم و در فاصله کوتاهی حتی هم ما اما نه تنها اونها ما در فرانسه هم شاهد اون بودیم که به قدری مواد خطرناک نوشیدن که از بین رفتن مواد خطرناک رو به سر و صورت خودشون میزدند. بنابراین ما در طول دو سال گذشته شاهد دروغ پردازی بودیم شاهد فریبکاری بودیم و اگر امروز شما میبینید که خوشبختانه مردم امریکا به خودشون اومدن درخواست برکناری آنتونی فوچی رو کردن یعنی متوجه مسائل شدن بدون متوجه این اشتباهات من با دوستانم در مصر که تماس میگیرم مصر واکنش شدید از خودش نشون نداد نمیتونست بالای یکصد میلیون جمعیت داره میزان مرگ میر پایین هست حالا شما سری بزنید به کشور همسایه با دوستانم در اسرائیل هم در تماس هستم اما شما متوجه میشید که از نظر روانی ضربه‌ای که وارد شده به اسرائیل به اقتصاد این کشور های خلبت رستوران های خالی آخه بس... مرز رو بسته بودن مرز ها رو بسته بودن و از همه بدتر نرفتن کودکان به دبستان ها و ما در سال های آینده هست که بهایون رو پرداخت می کنیم. این رو هم به بینندگان شما بگم که این واکسن ها نه واکسن آقای پوتین 80 90 درصد مؤثر بود نه واکسن چینی ها نه واکسن فایزر نه مدرنا اون عدد های 96 درصد 98 درصد خدمت شما مدت ها پیشم گفتم حساب کردم که این اثرگذاری رو نداشتن و خوشبختانه امروز مردم دارن میبینند اما از اون طرف نه فایزر و نه مدرنا اینها رو اختراع نکردند این تکنولوژی قدیمی هست امارن تکنولوژی بسیار قدیمی هست و ما حتی در سال 2005 گزارشی داشتیم که میتونه ایجاد عوارضی بکنه در حیوانات برای نمونه بیماری های خود ایمنی ما امروز در بسیاری از کشورها در دانمارک شاهد اون بودیم در ایسلان شاهد اون بودیم در اسرائیل شاهد اون بودیم پریکاردایتیس یا مایوکاردایتیس حمله بدن به دیواره قلب حمله خود بدن به جداره حالا ممکنه تعداد اونها کم باشه اما نگید که خطر نداره بگید نمیدونیم یا نگید که ما خانم های حاملم استفاده کنن خطری نداره اول ما چرا دنبال معجزه نشستیم چرا نگاهی نکنیم به کشورهای پیروز و از اون طرف مگر چند خانم حامله دنبال شدن که بچه رو هم به دنیا بیارن و بعد اون بچه یک سالش بشه دو سالش بشه پنج سالش بشه ما نتیجه کار خودمون رو چاپ کنیم همچین اتفاق نیفتاده این واکسن ها یکی دو سال هست توی بازار هست چطور شما میتونید ادعا کنید خطری نداره بنابراین شما زمانی که میرید به سراغ یک زن آبستن ایجاد نگرانی میکنید در اون دل با پس فرزند خودش هست دل نگران هست یعنی ترس یه عامل خیلی مهمی بوده ترس یک گیرنده قدیمی در مغز ما هست حضور گیرنده ترس برمیگرده به میلیار میلیون ها سال, سال پیش در علم آمار مدرن تایپ وان ایرور تایپ 1 برای نمونه اگر شما شبنگام در بیشه باشید سر بزنیم به دهها و ده ها هزار سال آه. پیش گذشتگان شما شب انگام اگر صدایی رو میشنیدن ترجیح میدادن فکر کنن که این یک حیوان خطرناک خطر است و فرار میکردن و چه بهتر که فرار کنن خطری نداره یک کیلومتر میدوان میبینن نه خبری نیست یک کیلومتر انرژی از دست دادن برمیگردن به بیشه اما در دنیای امروز جای برای تایپ وان ارور نیست. نیست دنیای امروز دنیای تصمیم گیری های علمی هست اما علم و آزادی و فرهنگ بایستی که دست در دست هم پیش برند اگر علم و فرهنگ دست در دست هم پیش نرند نتیجه اون میشه کره شمالی نتیجه اون میشه حتی این دکترهایی که ما داریم در زمینه بمبهای اتمی در ایران که مم. کار دادن دست مم. میهن ما نتیجه اون میشه رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی که حتی قادر نیست یک جمله بسازه با عنوان دکترا. علم و فرهنگ و آزادی دست در دست هم پیش میرد دکتر روزایی یه پرسش اومیکرون برسیم به اومیکرون که الان موضوع روزه از زمان پیدایش کووید 19 تا به امروز یه چیز رو داره دو سال اندی میکسره دیگه بنابراین امروز چیزی که الان در شایع هست به عنوان ویروس اون نیست که دو سال پیش بود چون جهش متعدد داشته دیگه ها؟ دقیقا خب اومیکرون چیه من ردیف بندی رو فرستادم خدمت کارگر. خب. اگر بینندگان شما نگاه کنند میبینند که اومیکرون دارای موتاسیون های بسیار بالایی هست خب و بنابراین اومیکرون نمیتونه که دختر اون ویروس دو سال پیش بشه یعنی کووید 19 بله کهن سالتر هست کهن سالتر هست یعنی بله. سن اومیکرون بیشتر از اونه دقیقاً بنابراین کو... اومیکرون در بین ما بوده قبلا دقیقاً عجب. دقیقا ببینید ویروس کووید یک سال و نیم دو سال پیش هم خدمت شما گفتم ام. که این گزارش من نبود گزارش استفنسن همکار دارش. ما بود که در هر یک ماه دو ممیز نیم جهش داره یعنی هر 15 روز حدود پونزده روز دارد. یک جهش خب. پیدا میکنه و ما میتونیم ژن رو کنار هم بگذاریم ردیف بندی اونها رو نه. و پل بزنیم به گذشته شما میتونید برای نگارش تاریخ به ایزوتوپ سر بزنید نه. به زبان سر بزنید به نگارش سر بزنید یا به ردیف بندی جنها سر بزنید ساعت بیولوژیک هست زمانی که ما به ردیف بندی اومیکرون نگاه میکنیم اومیکرون نمیتونه حضوری تازه روی کره زمین ما داشته باشه بنابراین ادعای که از آفریقای جنوبی شروع شد و در فاصله یکی دو روز همه رو گرفت یک دروغ بزرگ است طبق معمول طبق معمول یک دروغ بزرگ است اما اون چی یعنی یک چیزی بوده ما رفتیم کشف استخراجش کردیم ایجاد کرد دقیقاً اومیکرون اگر بخوام بگم از خانواده کرونا هست که میلیون ها سال هست روی کره زمین حضور داره با ما برای سال سال هست که از ساپینس ها ب ب در شما ایجاد یک سرماخوردگی جزئی میکنه احتمال اینکه بتونه سرماخوردگی جدی ایجاد کنه بسیار کم است اما در هر صورت واکسنی که در حال حاضر در بازار هست هیچ نقشی نمیتونه بازی کنه در خونسا کردن این ویروس به خاطر بالا بودن جایش هایی که نسبت به اه... دلتا دلتا, دلتا در. دلتا ببینم بنابراین اومیکرون ما سالتر هست و این متأخره یعنی دقیقا. دلتا جدیدتر هست ببینید به خاطر همین دارم میگم که ما اون چی که محروم بودیم ازش نبود مناظره و گفت و شنوت هست درسته. جای مناظره در رسانه های ما خالی هست یعنی شما آ... بایستی آقای آنتونی فوچی رو داشته باشید یک چیزی بگه یک نفرم بیاد جلوی همه مخالف اون صحبت کنه که نبوده اید. که نبوده مردم میفهمند شما نباستی اس... الزامن الزاما یک ویروس شناس باشید اما زمانی که به مناظره گوش میکنید متوجه میشید که حرف حساب میزنه که نمیزنه به خاطر همین در قانون امریکا در قانون اروپا ما هیئت جوری داریم هیئت جوری در دادگاه ها متخصص نیستن متخصص جنایی نیستن اما گوش میکنن گوش میکنن به حرف دادستان گوش میکنن به حرف وکیل یک زیبایی در این تصمیم گیری پدران امریکا هست که یک فرصتی بدید به مردم مردم رو احمق فکر نکنید اما زمانی که شما مردم رو محروم میکنید از آگاهی طبیعتا دچار ترس میشن و ترس چیزی هست که دو سال هست ما روی اون سرمایه گذاری کردیم به خاطر همین هم هست که بارها گفتم معاون وزارت بهداشت تایوان در همون روزهای نخست اصرار داشتن روی شکست ترس تصمیمات ما نمیتونه بر اساس ترس باشه و برنامه ریزی ما در تایوان از سال 2004 شروع شده بود چون ما میدونیم که ویروس ها میان اگر شما به ویروس تنفسی نگاه کنید در یک ست سال گذشته نمودار رو خدمت شما فرستادم و امیدوارم بینندگان ببینند شما میبینید که این بدترین حمله ویروسی نیست این هم یک دروغ بزرگ هست شما نگاه کنید به یک ست سال گذشته در علم از اون با واژه پرایور پروببیلیتی یاد میشه پرایور پروببیلیتی و این بسیار مهم هست و اگر شما سر بزنید به گذشته متوجه میشید که به همراه استراتیفیکشن یعنی اینکه گروه های همگن رو در طبقه بندی کردن متوجه میشید که چون این ویروس قشر خاصی رو هدف میگرفت از روز اول با مدیریت مهار میشد از روز نخست با مدیریت مهار میشد و اون چی که شما در تایوان شاهدش هستید چه پیش چه پس از واکسیناسیون پیروز هستند اونجا که شما در ژاپن شاهد اون هستید چه پیش چه پس از واکسن پیروز هستند به خاطر مدیریت هست بنابراین امیدوار هستم مدیران ما در سر, تا سر دنیا از این یک درس بگیرن از این درس بگیرن و از این واقعا چقدر باعث خوشحالی من هست که مردم امریکا بهتر از دانشمندان خودشون فکر کردن مردم امریکا بهتر از دانشگاهیان خب فکر کردن این اضافه کنم که دانشگاهیان ما تفاوت میان ایدنس و پروف رو متوجه نیستن is not proof evidence is not proof شما زیاد میشنوید که آدما میگن تمام شواهد نشون میدن نه شواهد هیچ چیز رو در علم نشون نمیدن evidence is not proof شما زیاد میشنوید میگن طبق شواهد شواهد نشون میدن در علم شواهد جایی نداره من اگر به شما بگم که این آقا که خیلی خوشتیپ هست جوان برازنده هست لباس شیکی پوشیده با رولز رویز خودش از یک قصد خارج میشه تمام شواهد نشون میدن که یک مرد ثروتمند هست اما چه بسا که بدیرتری راننده باشه هم. راننده یک رولز رویزی هست که از خانه یک مرد ثروتمند خارج از میشه از قصد خارج. اما شواهد نشون میدن و این evidence based decision making در سال 1992 وارد میدان شد به خصوص به, تا... به دست فارماسوتیکال اندستری فریختگان امریکا سالها هست که در این مورد به ما اعلام خطر کردن فریختگان امریکا اعلام خطر کردند که ما دیگه با فارماسوتیکال کامپانی سر و کار نداریم ما با فارماسوتیکال اندستری سر و کار داریم صنعت دارو, دارو سازی خب <applause> دوشن نظری بنابراین اون خطا و اشتباه بزرگی که در کشورهای غربی رخ داد در تمام در بسیاری از کشورها البته برای کشورها واقعا مدیریت درست داشتن درست مدیریت اعمال شد و نتایجش هم الان درخشانه این بوده که سیاست در این تصمیم گیری ها مؤثر بوده یعنی کارشناسا تقریبا هیچ کاری بودن یا اگر کسانی هم بودن که در هیئت کارشناس مزاریک به خاطر اینکه اغلب پشت میزنشین نشین بودن و کار علمی انجام ندادن اونها یا مرعوب سیاست بداران شدن یا سیاست بداران مرعوب تصمیمات خود شدن اما در ایران اون که اتفاق افتاده و پایه جهله یعنی اون خطایی که خطای بزرگی که رخ داد بر پایه جهل بود که داریم میبینیم امروز متاسفانه نزدیک به 300 شهر دوباره قرمز زد تعداد قربانیان دیگه سرقمیه کسانی که از دقیقا همینطور است ببینید این ویروس به افراد آسیب پذیر حمله می کرد نه افراد سالم ایران ما در ایران ما بالای 60 درصد از همیهنان ما زیر مرز فقر زندگی می کنند. یعنی یک فرد بازنشسته که بیماری قلبی داره و دارای اضافه وزن هست به خاطر سوء تغذیه تاکسیبار بار می میرونه می بنابراین شما فکر نکنید معجزه واکسن هممیهنان ما را نجات میده واکسن کار نمیکنه مدیریت کار میکنه شما اگر به هممیهنان ما نگاه بکنید زنان ما ویتامین د به اندازه کافی ندارن چون نیمی از جمعیت میهن ما در چادر هستند از آفتاب محروم هستند کمبود ویتامین در ایران بیداد میکنه بیماری قند بیداد میکنه و پیام این ویروس چی بود باور کنید این ویروس یک پیام داشت برای ما این ویروس به ما گفتش که من زورم به یک نوزاد هم حتی نمیرسه منظورم حتی به یک خردسال نمیرسه اما اگر شما اضافه وزن دارید اگر شما دچار فشار روانی هستید استرس هستید اگر شما آسیب پذیر هستید من میام به سراغ شما و در ایران ما به خاطر جه، به خاطر ضد فرهنگ نه در مقیاس 5 درصد ده درصد ما در بالای 60 70 درصد اون هستیم بنابراین در میهن ما هم هممیهنان ما فکر نکنند که راه مبارزه با ویروس کرونا یا هر ویروس تنفسی در میهن ما از بین بردن این رژیم هست بشکر میکنم دکتر نظری عزیز سپاس چقدر آموزنده بود مثل همیشه گفته گفت دکتر نوزری رو بهی میگیریم همینان از جرج من قبل که وارد برنامه بیشیم دکتر نوزری گفتن که یک بررسی بکنیم وضعیت نوزادان بچه که تازه به دنیا آمدن تا 19 سالگان در کشورهای اروپایی دقیقا درست میگن تو این دو سال اخیر اصلا تعداد نزدیک به صفره بچه که تو این فاصله مرده باشن ولی ببینید چقدر روی این موضوع مرگ و میر بین بچه ها سرمایه گذاری شد و ایجاد ترس ممنونم دوی جانو عزیزم تشکر میکنم رزا که آن عزیز خیلی تشکر میکنیم ممنونیم که ما را همراهی کردید.